بچه ها این سوال سوال درک مطلب هستش برای سوال های درک مطلب باید اون عبارت رو که الان چهار خط هستش حتما ترجمه بکنیم متوجه بشیم و بعدش بیایم سراغ سوال های زیلش تا اینکه بتونیم بر اساس تطابق دادن اون نکاتی که در هر گزینه هستش بتونیم به پاسخ درست برسیم این کار رو با هم انجام بدیم ترجمه بکنیم عبارتمون رو اسلام اخلاق نیکور رو با اخلاق نیکو برخورد نکرده تنها به عنوان روشی انسانی بلکه اون رو عبادتی قرار داده که پاداش داده میشه به بنده بر اساس انجام کارش و مسلمانان را به آن تشویق کرده همانطور که شریعت اسلامی خوش اخلاقی رو از سنگینترین کارها در میزان در روز قیامت به شمار آورده و به شما به شمار آورده می شود پاداشش مانند پاداش واجبات دینی مثل نماز و روزه و همچنین اون رو قرار می دهد دلیلی از دلایل ورود در بهشت و بهرهمندی از نعمتهایش و اخلاق نیکو میماند طبق الامم یعنی باقی میمونه امتها در امتها و بدون اون باقی نمیمونه و اگر ساع خلق امهی بچه خوب دقت بکنید پس اگر بدی اخلاق امتی یعنی بدی بکنه بد اخلاقی بکنن امتی خب کیانشون تهدید میشه و امت با, با ارکانش از بین میرود حسن خلق کم میکنه دشمنی میان مردم رو و میپوشوند قبحن نسب یعنی زشتی اصل و نسب رو و گسترش میده روزی رو و سنگین میکنه میزان نیکی ها رو روز قیامت زیرا که دلیلی بر صدق یعنی راستی مسلمان است و سلامتی اعتقادش و ایمان به خداوند خب بریم سراغ تیتر سوال بعدیمون که در زیل حالا این عبارت ها هستش یعنی این متن هستش گفته که مشخص بکن نادرست رو تو گزینه یک میگه دلیل اصلی در انحطاط و از بین رفتن امتها همون سوال خلق هستش یعنی بد اخلاقیه که میتونیم بگیم که این درسته یکی از دلایل اصلی همینه بعدی شده قطع بکنید قرار داده اسلام اخلاق رو میدونی برای مسابقه میان مسلمانان یکی از راه های سنجش مسلمانان بر اساس متن درسمون دقیقا همینه سومی میگه اخلاق نیکو در اسلام تنها روشی انسانی تلقی میشه در صورتی که ما گفتیم که اسلام اخلاق نیکو رو تنها روشی انسانی باش برخورد نمیکنه یعنی تلقیش نمیکنه پس طبیعتا گزینه سه نادرسته گزینه چهار رو دقت بکن سواب خوش اخلاقی برابر است با سواب عبادت های اساسی که اینجا داشتیمش پس این هم که درست جوابمون گزینه سه هستش که نادرسته بر اساس متنمون